افغانستان زیر آتش حملات توپخانه‌ای و راکتی پاکستان. ارتش افغانستان آماده پاسخ اما در انتظار تصمیم سیاستمداران. با گذشت 3 هفته از آغاز این حملات چرا سیاستمداران تصمیم اتخاذ نکردند؟ در بحث امشب میرحمد جوینده نماینده پیشین مجلس، محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت و وجمه ساپای نماینده مجلس افغانستان با من است. باز هم خوش آمدید مهمانان عزیز، خوش آمدین به بس. خانم ساپای، با شما آغاز کنیم که نماینده ولایت کنر هستین، جایی که آغاز این حملات در این ولایت صورت گرفته. چه از جزئیات، از چه زمانی آغاز شده حملات پاکستان بالای خاک افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در دی برنامه عزتمن و لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خبه داوی چی په دسی یو مسله کې راغلی وی چې غمیزه پکې نه وي، خو افغانستان همیشه د غمیزو نه ډک دی او همیشه موږ د غمیزو نه نالش کوو، فریاد کوو، او همیشه افغانان د مرګ او د مړینې سره مخ دي. تاسو ته معلومه ده چې درې څلور هفته وشوي چې د کونړ په سرحداتو باندې په 15 ولسوالیو کې لکه ناړی، دانګام، اسمار، سرکانو، ایوه حصه د خاص کونړ ولسوالۍ دا د پاکستان پر راکټي حملو کې سوځي، او په هغې کې زموږ بېګنا او بېچاره خلک چې تقریبا د رسانیو له مخې چې شمېر یې تر 15 رسېدلی، شاید د دې نه اضافه هم وي، زموږ ملکي افراد پکې مړه دي، کورونه پکې ویجاړ دي، او خلک د خپلو کورونو او د خپلو منطقو څخه مهاجر شوي دي. آلی، این عملات توپخانه‌ای و راکتی گفته شده، جزئیاتی که شما دارین چه است واقعیت هم؟ واقعیت هم دغه خبره ده چې تاسې کوئ، همدغه راکټي هم لیدي، همدغه د ثقیلو سلاګانو ویشتل دي چې د مرز نه اخواته د کونړ په سرحداتو او په سرحدي ولسوالیو باندې فیر کیږي. این از جانب کی شده؟ د پاکستان حکومت لخوانه، از طرف حکومت پاکستان. بله. اما آقای زرداری در دیدار با رئیس جمهور رد کرده، چون این موضوعی را و اطلاع بیخبری اظهار کرده. فکر کوم چې دا به ډیره مسخره وي چې دا ردی، او دا به ډیره مسخره وي چې زمونږ حکومت بې خبري اعلانې، او دا به ډیره مسخره وي چې د ناتو قوتونه وای چې موږ لا تر اوسه خبر نه یو. نو زه نه پوهېږم چې څه وخت به دوی خبریږي. هغه وخت چې مطلقا کونړ هوار شي بیا به دوی خبریږي. خبریدل نور څنګه په رسانیو کې ورته ښیي، هغه ځایونه چې ویشتل کیږي هغه ورته ښیي، هغه ماشومان چې لاس او پښې او تنې قطه کیږي هغه ورته ښودل کیږي، او دوی وایي چې موږ خبر نه یو. قومندان امنیت تلیفون کوي د جناب کرزي صاحب نه طالب هدایت کیږي، د سرحدي قواو قومندان طالب هدایت کیږي، او لا تر اوسه زموږ حکومت او د پاکستان حکومت خبر نه دی. د پاکستان سفیر راغوښتل کیږي، هغې ته عذر کیږي، مګر هغې ته احتجاجي لیک نه ورکول کیږي، او هغې ته نه وایي چې غبرګون درسره ښکاره کوم. نو دا زه نه پوهېږم چې نور څه رقم خبر شي. و هغه پښتو کې یو متل دی، وایي کامې چور کړه وایي بیړاګان اوس خبر شو. نو زه نه پوهېږم چې دا زموږ بیړاګان به تر څه وخته خبرېږي. آقای حکیمی، دولت چه اقدامی کرده در برابر این راکت پراگنی های پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بینندگان عزیز. اما تا که شما در جریان هستین و خودتان گفتین، در حاشیه کنفرانس مبارزه با تروریسم یک ملاقات خاص بین رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور پاکستان صورت گرفت که مراتب تشویش و نگرانی های افغانستان در اونجا مطرح شد، و آقای زرداری هم اما تا که در خبرها داریم اعلام بیخبری کردن و قول دادن که هر دو کشور کوشش میکنن تا واقعیت پیدا کنن که کی هست که از خاک پاکستان علیه افغانستان. حالا پیش دولت افغانستان معلوم است که کی است که عملات انجام میده بالای خاک افغانستان؟ این روز هم جنرال کیانی به افغانستان آمدن، به دولت کابل افغانستان آمدن. موقفش چی است؟ واقعا اینا شما کار دولت پاکستان میدانید؟ ما کار دولت پاکستان نمیدانیم. باید تحقیق شود. زمانی که از خاک پاکستان چون این عملی صورت میگیره، چه کسی دیگه میتونه که چون این کار را بکنه؟ امروز آقای کیانی آمدن به کابل و در نشست سه جانبه ای که بین قوای ناتو، بین وزارت دفاع افغانستان و آقای کیانی صورت گرفته، اینجا فیصله شده که باید دو کشور کوشش کنن تا پیدا کنن که چه کسی هست. حکومت پاکستان به صورت رسمی منکر از این گپ است و نمی کنه.
و گفتن ما نکردیم، ولی چی کسانی و چی مملکت هایی در این قضیه دست داشته باشد؟ باید مطمئنن شما خانم ساپای شنیدین استدلالشان. بله. از خاک پاکستان برای خاک افغانستان چون این عملی صورت گرفته، شما میگین که اینجا کار پاکستان نیست؟ حکومت پاکستان به صورت رسمی گفتن که کار ما نیست، و آله چون کار کمیسیون مشترک صلح افغانستان هم کار کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان هم در جریان است، ممکن است کسی پیدا شده باشد یا ممالک باشد. شما تجربه بیشتر این هم دارین که در زمانی که به ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار هم سال قبل یک چنین عملاتی صورت گرفته بود، بعد پاکستان حاضر شد پوزش بخواه از این کار. پاکستان پارسال پوزش خواست، امسال هم متعهد هست. خب حال معلوم نمیشه که این کار باز هم از پاکستان هست؟ پاکستان متعهد شده، قول داده که باید پیدا کنن در یک کار مشترک با افغانستان و قوای ناتو بپالن که کی هست که در شرایط خاصی که افغانستان گام های به سمت صلح و ثبات برمیداره و مذاکرات صلح جریان داره و از طرف کمیسیون مشترک صلح تدویر شده، در چنین شرایطی چی کسی میخواهد اخلال کنه؟ و ایر پاکستان متعهد است در نشست امروز هم مطرح. حالا اگر کار پاکستان نباشه چه دستی را شما میبینین در پشت این قضایا؟ خب البته مسئله صلح در افغانستان مسئله است که شاید در مذاق برخی ها خوش نیاید. مثلا در پاکستان کی هست که به مذاقش خوش نمیاد؟ خب این تنها مختص به پاکستان هم نیست، تنها مختص موضوع بحث اینه کشور خاصی نیست. از خاک پاکستان با خاک افغانستان چون این عملات صورت گرفته، اگر دنیا، اگر جامعه جهانی و اگر ممالکی که در همسایگی ما و شماست در مجموع اگر بخوایم یک قضاوت کنیم که اونا خواسته باشند که صلح و ثبات در افغانستان مستحکم شود، یقینا باید تا حال میشد. پس شما درک میکنین که کسانی هستند که نمیگذارن این ثبات به وجود بیاید. این کسانی که شما میگین کی هست واقعا در کجا هستند؟ خب مشخص کردن ای عنوان و دادن یک عنوان برای بسیار مهم است. حالا شما اون طرف مرز افغانستان را متعلق به کی میدانین آقای حکیمی؟ طرف مرز افغانستان پاکستان است. خب این عملات ها، ولی شما نمیگین که دولت پاکستان انجام داده؟ شما نمیفهمین که سرحدات مشترک فیما بین پاکستان و افغانستان صدها کیلومتر است، هزاران کیلومتر است و طولانی ترین مرز مشترک است. بدون شک در هر دو طرف دست ها و حلقات در کار هستند. یعنی شما میگین آقای حکیمی که این کار دولت پاکستان نبوده؟ پاکستان خودشون به صورت رسمی گفتن که ما نکردیم. آقای جوینده، موقف دولت افغانستان چونین هست که اینا مطمئنن نمیدانن کار دولت پاکستان باشه. شما واقعا فکر میکنین گروه دیگری که آقای حکیمی میگه کسان دیگری برای اخلالگری اون طرح صلح دولت افغانستان دست به کار است باشن؟ من خدا و برز سلام خدمت بندگان عزیز شما. بسیار دلچسب است برای من هم که پاکستان میگه ما نکردیم و دولت افغانستان هم میگه پاکستان نکرده. نه، دولت پاکستان نکرده. شما میگه ما بگیم در افغانستان جنگ است، دولت افغانستان بر تمام قلمرو خود حاکمیت نداره. 2403 کیلومتر با پاکستان هم سرحد است، با 800 میشه باشه. ولی پاکستانی ها ادعا میکنن ما قوی ترین ارتش 600 هزار نفری داریم، قوات های هوایی داریم، توانایی آواکس داریم، کشف داریم، همه چیز داریم. برای من بسیار جای تعجب است. شاید پاکستانی ها فردا بگن که عملات هند کرده و دولت افغانستان به خاطر خوشی، خاطر دولت پاکستان شاید بگه بله، ما همان روی شما موافق هستم. متاسفانه باید بسیار بگم که دولت افغانستان بسیار یک سیاست منفی، انزواگرانه و یک سیاست کاملا در مخالفت با منافع ملی افغانستان اجازه بتره پیش میرم اماجان ببخشید پیش گرفته، به خاطر که همین نزدیکی هایی که اخیرا به القاهای افراطی پاکستان ایران و القای افراطی در داخل دستگاه حاکمه افغانستان به وجود آمده، یه بیانگر عزیز که یک دولت افغانستان میخواهد که به صورت از یک طرف از طرف همکاری های جامعه جهانی بی باور شده، در داخل افغانستان استخوان به کارد به استخوان مردم افغانستان رسیده، به او خاطر میخواهد که تمام بار مسئولیت ها را به گوش دوش کسان دیگه پرده. بنابراین سیاست انفعالی و سیاست منفی دولت افغانستان باعث شده که روز ملت افغانستان و جامعه جهانی
بباور شما به حرفا و گفتهای دولت افغانستان. اجازه شما ما یک اجازه بدید تا در فرمایشات یک دقیقه بسیار کوتاه. دولت افغانستان، حکومت افغانستان نمیگه که پاکستان نکرده. حالا شما پیشتر گفتین که برای شما معلوم نیست که اینا پاکستان بتیم. کرده، کسان دیگری گفتین است. حکومت افغانستان مراتب تشویش و نگرانی های خود هم امرای زرداری و هم امروز امرای آقای کیانی مطرح کرده. ولی شما 100% نمیدانین که این کار پاکستان است. میدانین؟ آقای حکیمی، حالا اینو شما میدانین که کار پاکستان هست. اجازه بدین گپ ما تموم شود. حکومت افغانستان دفاع از تمامیت ارضی کشور و دفاع از مردم افغانستان وجیبه خود میدانه و در صورتی که ثابت شود که پاکستان کرده، دفاع از افغانستان حق مشروع و ملی ماست. یعنی شما نمیدانید که پاکستان کرده؟ اما حرف اینجاست که پاکستان به صورت رسمی لوی درستیز خود روان کرده، میگه ما نکردیم. ما باید مشترک کار کنیم، بیافیم که چه کسی یک کار را میکنه. حالا زمانی که از خاک پاکستان چه مدرک شما نیاز دارین که بفهمیم که این پاکستان نکرده؟ در شرایطی که افغانستان و پاکستان گام های بسیار نزدیک برداشتن در هماهنگی به خاطر آوردن صلح، آیا این میتونه یکی از اون گام ها باشه؟ 500 شلیک توپخانه ای این امکان داره؟ بله. یکی از کارهای اخلالگران صلح در افغانستان. آقای جوینده بفرمایید. فقط من میخوام بگم برای یادی آقای حکیمی میاریم، شما بید چند روز قبل جنرال امرخیل قماندان قوات های سرحدی در زون شرق افغانستان، آقای زاهد عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت اگر دولت افغانستان به صراحت تمام گفت که کار پاکستان است و اگر دولت افغانستان اجازه بده ما حاضر هستیم که عمل بالمثل انجام بدیم. ولی متاسفانه شما چند پیش پاکستان ها اتهام وارد کرد که گویا از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان تجاوز شده است. ولی متاسفانه سفیر ما در اسلام آباد یه وضعی که نمایندگی از دولت افغانستان و ملت افغانستان کنه کاملا در موضع دولت پاکستان قرار گرفت. یه بیانگر عزیز که القاهای مثال وسیعی که در ارتباط با القاهای استخباراتی و نظامی و ایدولوژیک پاکستان هستن، اینا در دستگاه ارگ افغانستان، در دستگاه حاکمی افغانستان، در دولت افغانستان نفوذ پیدا کردن. بنابراین این مجبوریت ها باعث از این میشه که حتی رئیس جمهوری افغانستان نتانه موضع قوی بگیره. آره، این فکر نمی کنین که وظیفه درجه یک شخص رئیس جمهور است در یک چنین کار اقدام لازم را بکنه؟ وقتی که در کشوری که با همه امکاناتی که 10 سال در اختیار افغانستان گذاشت بوده، جامعه بین ملی فرصت های طلایی بوده، قوات های ناتو و ائتلاف بین ملی همیشه فرصت های طلایی بوده، ولی همیشه متاسفانه ما به پیشانی مقامات پاکستانی دیدیم. اگر رئیس جمهور پاکستان خنده کرد ما خنده کردیم، اگر پیشانی خود ترش کرد ما گنون کردیم. امروز اگر انتقاد کردیم فردا از او معذرت خواستیم. بنان ما یک چیز باید بگیم که متاسفانه در دستگاه حاکمی افغانستان تعریف از منافع ملی وجود نداره، تعریف از تمامیت ارضی وجود نداره، تعریف از حاکمیت ملی در افغانستان وجود نداره. تمام تعریف وجود نداره و یا عمل نمیشه با اون چه هست؟ نه تعریف وجود داره نه عمل میشه. باید به صراحت بگید القاهای استخباراتی کشورهای همسایه چنان در دستگاه حاکمی افغانستان نفوذ کرده که دانه زمامداران افغانستان بسته. شما دیدین که آقای احمدی‌نژاد آمد از داخل ارگ افغانستان چی بود که نگفت؟ شما دیدین وقت آقای سپرزاده گیلانی آمد با پروگرام نوفقره‌ای خود در اختیار میز جناب رئیس جمهور کرزی گذاشت. سپاس از رسانه‌ها که موضوع افشار کردن، ولی ما یک بار زبان حکومت افغانستان نشدیم که آقای سپرزاده گیلانی چه پیش شرطایی را برای مذاکرات صلح در افغانستان گذاشتند. امروز شما دیدین که پاکستانی‌ها گفتن، سفیر پاکستان در واشنگتن، که ما متاسف هستیم که آمریکایی‌ها بدون اجازه ما با طالبان مذاکره میکنن. بناهن اونا افغانستان کاملا در قلمرو منفعت خود میدونه و ما هم به خاطر از اینکه ناامید شدیم از مردم افغانستان، ناامید شدیم از جامعه بین المللی، بناهن ناگزیر هستیم به طرف از اینکه با پاکستان مناسبات ما خوب شود. آیا بر یک لحظه شما که پاکستان که در طول تاریخ افغانستان در هیچ رژیم و در هیچ حکومتی که دست اندازی نکرده باشه، چگونه ما بتونیم با پاکستان از این راه پیش بریم که اونا صادقانه هیچ در هیچ راه در هیچ راستای صادقانه عمل نکردند؟ خانم صافی، شما که نماینده مجلس هستین، این واکنش دولت افغانستان را که تا هنوز مطمئن نیست که آیا واقعا کار دولت پاکستان باشد، چگونه میبینین؟ این تعرض به حاکمیت ملی افغانستان گفته شده که صورت گرفته، 500 راکت توپخانه‌ای به افغانستان شلیک شده. اگر شما امروز دیده باشین نماینده مردم افغانستان امروز بر روز چهارشنبه وزیر صاحب امور داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس امنیت عمومی ملی را و وزیر خارجه را به مجلس خواستند. حالا خوب، موقف وزارت دفاع ملی کاملا مشخص و صریح است. گفتم ما منتظر هستیم تا
تا سیاستمداران چی میگه؟ حالا در ما فکر میکنم که وزیر صاحب داخلی ما، وزیر صاحب دفاع ما و رئیس صاحب امنیت ملی ما اینمی قانون اساسی را بگیره و ماده پنجم قانون اساسی را بفهمه، بعد از او قانون ذاتی افسرها را بگیره و وظایف و صلاحیت های خود یک دفعه بر بخونه. رئیس جمهور فرمان چنین یک واکنش را بده، شما فکر میکنین که شخص وزیر دفاع یا داخله یک چنین کار را میتونه؟ چون وزارت دفاع گفتم ما منتظر تصمیم سیاستمداران هستیم. من فکر میکنم که این مطلقاً وظیفه وزیر داخله، وزیر دفاع و وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی است. خب بدون از اینکه هدایت از رئیس جمهور بگیرن، ریاست جمهوری معتقد نیست که دولت پاکستان چون این کار را کرده باشه. وزیر دفاع یا داخله چی کار کرده میتونه؟ ریاست جمهوری چی وقت به این متیقن خواهد شد که این عملات از پاکستان است یا از پاکستان نیست؟ وقتی که کنر به سنگ و خار تبدیل خواهد شد، وقتی که کنر جوای خون روان خواهد شد، قسمی که روان است میگه سیر از دل گشنه چی میآید؟ او جای میسوزه که آتش سرش روشن است. رئیس جمهور از دل مردم کنر چی میآید؟ از دست او مادر بیوزل، او مادری که امروز طفلش، بچیش، شوهرش و خودش داتش سرخ میسوزه، کی از دلش میآید؟ براوان کردن یک آیت از اینجا، ما امروز خبر شدیم که شاید یک آیت از مشران جرگه یا به کنر بره. این درد مردم کنر را دوا نمیکنه. رئیس بی جمهور باید از خوابایی که داره باید بیدار شود. این آیت به چه دلیلی میره اونجا؟ میره بررسی کنه. چی بررسی میکنه؟ میره بررسی میکنه چند نفر مرده، با چند نفر یک لک افغانی بر ازو اکرامیه داده میشه، به زخمیاش 50,000 افغانی داده میشه، دانپوت میشه، دوای خیر میشه. می به خب در برابر پاکستان چی؟ کشوری که عملیات از کشوری که عملیات آل امی که به مرز افغانستان، حالی ما نمیگیم که به کنر شده، به افغانستان تجاوز شده، به حریم، به حریم افغانستان تجاوز شده، افغانستان زیر شلیک راکتای پاکستان قرار گرفته. آل امی افغانا کجاست؟ کجاست هم غیرت افغانی افغانا؟ کجاست هم غیرت افغانی امی ولسمشن ما و شما؟ اینمی اداراتی که در اینمی راستا کار میکنن ماش میگیره، به هزارها افغان روزمره ما شهید و زخمی و تکه و پارچه میتیم، کجاست که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنه؟ و تا که ما دان چوب بشینیم ما بگویم که پاکستان ما چیم که چی دان پروی داریم ما با پاکستان؟ که هیچ نمیشه که ما از دان پروی پاکستان خلاص شویم. همسایه است، همسایه در جای خود بشینه. اگر پاکستان است، اگر ایران است، با همسایگیشان احترام داریم. من حیثیت مسلمان. خب آقای حکیمی را شنیدیم که میگه که پاکستان تلاش میکنه تا صلح در افغانستان بیاید. صلح به این خاطر میه که تا کنریا به غم خون بشینم بعد از او صلح میره. ما او صلح را چی کنم که من خودم دش نباشم؟ ما او صلح را چی کنم که خانه من خراب باشه؟ ما او صلح را چی کنم که بچیم در خون جوش بخوره و در خون جان بته؟ ما او صلح را او آرامی را چی کنم؟ خاص به خاطر قربانی مردم کنر به افغانستان صلح میره؟ مردم کنر تا که بود خب این عملات تنها در کنر نی، ولایت ننگرهار هم شاهد هم امرایش از خامی زونی شرق، زونی شرق قربانی صلح افغانستان میشه. زونی جرم هم شده از برای خدا یک دفعه حکومت ما بیدار شوه و این را خودم منکر نگیره. وقتی که عملیات نبود چی ضرورت بود که تو سفیر پاکستان خواستی و سفیر پاکستان ایزار کردی و برش عذرزاری میکردی؟ عذرزاری نکو و عذرزاری بنه. افغانستان نسطل کیگی نسرحدت بسطل کیگی سم واکنش ور سره وکړه به سم اختار ورکه. تو خو هیوادی مملکتی استقلالیت لري د نونس نه تر اوسه پورې افغانستان یو مستقل هیواد دی. دومره اختیار او واک نه لري چې د خپلو سرحداتو، د خپل حریم، د خپل هیواد امن و نظم امام وساتي، د خپل هیوادوالو د فردي او اجتماعي امنیت ساتنه وکړي. زموږ ملي ځواکونه دومره قوتونه ځواک او دومره توان و طاقت نه لري. او څنګه ائتلافي ځواکونو سره قرارداد امضا کړی؟ هغې زموږ له هیواد نه وځي. دوی وایي چې موږ کاملا مسلط یو. دوی ته څه رقم مسلط دی؟ ته راځي ما وژني په خپل کور کې دې وژني، د خپل کور کې دې د خولې نه ډوډۍ اخلي، او ته وایي چې تر اوسه پورې زه نیم وژلې، هغه منکر دی. تو خو منکر بودن ثابت کړه کنه. آقای حکیمی، آقای جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته اگر سیاستمداران کشور اجازه دهند، ارتش افغانستان آماده هر نوع پاسخ در برابر حمله های موشکی پاکستان می باشد. چرا سیاستمداران اجازه نمی تند و شخص رئیس جمهور؟ در این شک نیست که به حمدالله قوای مسلح افغانستان آلی و توانایی را دارد که از سرحدات افغانستان دفاع کند.
اما در کنار از این مسائل مهمتری وجود داره. چه از اون مسائل مهمتر از جان شهروندان افغانستان با حاکمیت ملی افغانستان؟ بله، مسئله ای که در کنر اتفاق افتاده فوق‌العاده غمناک است، ما همه متاثر هستیم. آره، از تعرض بر خاک افغانستان، بر قلمرو افغانستان، چی چیز مهمتر دیگه هم وجود داره آقای حکیمی؟ ببینین، گپ رسمی پاکستان ایست که میگن ما نکردیم. هفته آینده وزرای داخلی افغانستان و پاکستان سر از این مسئله چی میکنن؟ حکومت دیگری هم وجود دارن و جز از حکومت پاکستان؟ شما میفهمین که در قلمرو پاکستان حلقات افراطی زیادی وجود داره و این واضح هست. کی میدانین شما؟ ما متاسفانه نمیتونیم مشخص کنیم. کار جریان داره سر ازی که باید مشخص شود. پاکستانی ها تعهد دادن، قول کردن که همراه با افغانستان کوشش میکنن پیدا کنن که این چه کسان است که از خاک پاکستان. سخنگوی وزارت دفاع میگه که پاسخ مناسب را برای پاکستان داده میتون. این نشان میده که وزارت دفاع میدونه که این کار پاکستان هست. من فکر میکنم که شما اینا میگین که برای دولت افغانستان معلوم نیست که کاری افغانستان هم تعریف منافع ملی داره و هم در اینجا منافع ملی کجا و هم به پای منافع ملی وقتی خود ایستاده. وقتی 503 هفته است که این عملات جریان داره آقای حکیمی، هر گاهی که ثابت شود آقای حکیمی 3 هفته است یک چنین عملات هر جریان معزلی. هر معضل دولت افغانستان چی پیش می آید؟ هر معضل سرحدی که پیش می آید خواه باید از مجاری مختلف دنبال شود که چی است، از مجاری دیپلماتیک در عالی ترین سطح دو کشور مسئله مطرح است. همین هفته آینده وزرای داخلی افغانستان و پاکستان سر از این موضوع نشست دارند. هر گاهی که ثابت شود که براستی پاکستان هر روز به قلمرو افغانستان تعرض صورت میگیره و جان شهروندان از دست میره، این چی مذاکراتی هست که با پاکستان جریان داره؟ نگذاشتین که مطلب خودت تمام کنم. بفرمایید. اگر ثابت شود که پاکستانی ها این کار کردن، من پیشتر هم گفتم که افغانستان حق مسلم خود میدانه که از خاک خود دفاع کنه، ولی تا آن زمان این عرف بین المللی است، یک معضل سرحدی، یک معضلی که به این بزرگی است. او را چون پاکستان اعلام جنگ نکرده با افغانستان، همینطور که افغانستان اعلام جنگ رسمی نکرده با پاکستان، بنابراین واکنش جنرال اسفقیانی کسی که مهمان ارگ ریاست جمهوری بوده، این بوده که در پاسخ به 5 حمله طالبان که از خاک افغانستان صورت گرفته این حملات واکنش بوده. این نشان میده که پاکستان داره مسئولیت را میگیره، اما شما فرافگنی کرده و میگین که این پاکستان نیست. در ما مجبور نیستیم فرافگنی کنیم. اسفقیانی میگن که ما در باجور حملات را علیه طالبان پاکستانی شروع کردیم، برخی از اونها فرار کردن داخل خاک افغانستان شدن، ما اونا را تعقیب میکنیم. تعقیب کردن این نشان میده که پاکستان این عمل را انجام داده. خب، اما شما اینا نمیپذیرید. این اظهارات آقای کیانی بوده، اما گپ ما ایست که باید روشن شود. پاکستان واضح بسازه که آیا این کار حکومت پاکستان است یا کار کسی دیگه ای در داخل پاکستان. حالا هیچگاه شما توقع نداشته باشین پاکستان بیاید بگه که من این کار را کردیم، بعد شما واکنش نشان بدین. شما منتظر چنین واکنشی هستین؟ گوش بدین، پاکستانی‌ها خودشان قول کردن، تعهد دادن که ما روشن میسازیم. در 10 سال پاکستان قول داده، اما هر بار رئیس جمهور افغانستان به صراحت گفته که لانه های تروریسم آن طرف مرز افغانستان هست. بله، در شک نیست. خب در این چگونه میتوان امیدوار بود به آن چیزی که پاکستان بیاید و عملات را مسئولیتش بر عهده بگیره؟ افغانستان به مو مرحله نزدیک شده که ما توقع داریم صلح در افغانستان بیاریم. برای صلح به چه قیمتی؟ حتی با تعرض به حاکمیت ملی افغانستان؟ برای تخریب صلح ممکن است دست‌های مختلفی در کار باشد. کی؟ شما این واضح نمی‌سازین آقای حکیمی. متأسفانه مسئله بسیار پیچیده است. واضح شده نمی‌تونه. مسئله تروریسم تبدیل به یک مسئله مغرق شده است که هیچ کس نمی‌فهمه، حتی خود شما. کیست؟ آقای جوینده، به خاطر آوردن صلح دست‌های نامرئی به کار است تا این پروسه را برهم بزنن و حتی اینکه بعد حاکمیت ملی افغانستان هم تعرض صورت میگیره، دولت افغانستان نمیدونه واقعا کی از در پی این دولت پاکستان نیست. همین لحظه در شما ببینید، در زیر خبر شما نشمید جنرال امر خیلی گفت که امروز در اولس حمله ای که بر ولسوالی سرکانو سر گفت 6 نفر کشته شد. و آقای حکیمی یه وزی که بگه این تجاوز بر حریم و قلمرو افغانستان است، میگه حادثه غمناک است. یک فکر بین حادثه غمناک و تجاوز بر حریم خاک افغانستان، بر ناموس افغانستان، بر قلمرو افغانستان، منم حادثه بالاتر از چی خواهد باشه؟ شما ببین تلفات ملکی، اگر یک تیاره امریکایی 2 نفر ملکی در جای میکشه، از رئیس جمهور گرفته تا همه کس فغانش میبره، ولی دو روز حادثه که در ولسوالی عذر صورت گرفت، بجز یک پیام تسلیت ما دیگه چیزی ندیدیم.
35 نفر که امروز جمع 6 نفر 41 نفر تا به امروزه در کنر کشته میشه، ولی کجا هست سر و صدای ما؟ من نفهم توطئه بالاتر از این چی هست؟ برای سبوتاج صلح در خود شاید اگر سر و صدای بلند شوه این با اون طرح دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان قسمی که آقای یکی میگفتن شاید صدمه برسانه. من به زیاد باور ندارم، به خاطر اینکه مسئله در اینجا هست، دیگه در اینجا است که پاکستانی ها نزدیکی که آمریکایی ها در مذاکره که گویا نشان که با طالبان مذاکره میکنیم پاکستان بیرون ماندن و جانب دیگه پیدایش اسامه بن لادن در ارتباط پاکستان یه مطلبی که پاکستانی ها تحت فشار هستن، بنان اینا میخواد که زینت عامه جهان طوری تقریبا که باید پاکستان داخل باشه در پروسه صلح. همین لحظه از دولت افغانستان گرفته تا جامعه جهانی همه کس میفهمه که شورای کویته در کجاست، میرامشاه در کجاست، حقانی کجاست، دیگه چه. ولی ما میکنیم بسیار بسیار دقیق در طول چند سال داشتیم، بیاین اعمال ما فرماندهی مشترک تبادله معلومات بین لودرسی زمان لودرسی پاکستان و قوتهای ناتو وجود داره. از این میکنیزم کجاست؟ حتی ما امروز نتونستیم که قوتهای بین ملی و ناتو رو معتقد بسازیم. حالا بیشتر از این رئیس جمهور میگفتین جنگ مبهم است، حالا که دولت پاکستان از قلمرو پاکستان به خاک افغانستان حمله راکتی صورت میگیره، این دیگه چه دستی میتواند باشه؟ یک دستی میتونه باشه که اونم ادعای که پاکستان میکرد که افغانستان باید یک بخشی از جمله شش حالتش باشه، شاید امی حالت پاکستان رسته باشه، شاید بعضی از مقامات ما هم در دولت افغانستان به نقدر رسته باشه که بین دوستی ما با پاکستان بهتر از دوستی ما با تمام دنیا. با خود شاید یه دستایی که آقای حکیمی میگن شاید یه دستایی همینجا باشه که اینا تورینی ود میشه که باید ما با پاکستان دوست باشیم اگر تمام دنیا هم از ما بره و سرنوشت افغانستان. این دستان در کجای حکومت قرار دارن آقای؟ من فکر میکنم که از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح وجود داره. خانم ساپای چرا پاکستان دست به چنین اقدامی بزنه؟ به اجازه شما معمی وظایف و صلاحیت های می حکومت یک دفعه برای کمیسه میگم ماده 5 قانون اساسی را برجان میخوانم. ده دی اساسی قانون و نور قوانین دو حکمون لتدبیق لاستقلال ملی واکمنه یا وزمکنه بشپلتی اصخ دفاع او ده هواد ده امنیت او دفاعی قابلیت تامین ده دولت ده اساسی وظایف اصخه ده. نو پا دی که زن پیگم چی؟ زد رو گویم که ده اساسی قانون. آقای حکیمی، یکی از وظایف عمده حکومت دفاع از استقلال و حاکمیت ملی افغانستان هست. کاملا درست است. حالا اینجا فکر میکنین که تعرض صورت گرفته با حاکمیت ملی افغانستان؟ اولا خو اینو قبول دارین آقای حکیمی که تعرض صورت گرفته با حاکمیت ملی افغانستان؟ بله، یک تعرض است. از سوی چه کسی؟ اینمی معلوم نیست. باید در سه هفته دولت افغانستان اینو پیدا نکرد؟ حکومت افغانستان مشخص میشه که این حملات راکتی و این حادثه ای که است ایره تجاوز بخانه یا کدام دستیسه. من در موقف نیستم که او را بگویم او را تجاوز تعبیر کنم. من در این سه هفته چه تصمیم دارن سیاستمداران؟ اینو چی میخوانیم؟ حکومت افغانستان تفاوت این دستیسه خواندن و تجاوز چی از در ارگ ریاست جمهوری افغانستان؟ تفاوت در ایست که حکومت افغانستان به شدت با مشددترین الفاظ موضوع را با پاکستان مطرح کرده و پاکستانی ها لویدرستیس خود روان کرده. هفته آینده وزیر داخلش این شدت است که شما معلوم کنید. اگر حکومت پاکستان است خودتان میکنین این کار، افغانستان خود صاحب از حق میدونه که باید از تمامیت ارضی افغانستان و از خاک افغانستان دفاع کنه. ولی سخنان اگر... جنرال امین الله امرخیل فرمانده پلیس سرحدی در حوزه شرق کشور فرا میخوانم که گفته تجاوز به خاک افغانستان است که در حال حاضر نیست فایر با وسیله جنگ افزارهای سنگین از آن سوی مرز به بعضی از مناطق اطراف ولایت کنر ادامه دارد. با تاریخ 31 ماه جوزا گفته آقای امرخیل با ابراز این مطلب خانه بسته کردن سفارت پاکستان در کابل شده و خواستار قطع روابط با این کشور گردید. آقای امرخیل جزی از دولت افغانستان هستند؟ ببینین آقای حکیم جزی از دولت افغانستان هستند؟ بله. این دو تعریف چه معنا دارد در حکومت افغانستان؟ افغانستان هیچگاهی نخواسته که تنها به بهای پاکستان دوستی خود را قطع کنه امرای جامعه جهانی. خب حتی اگر تعرض به خاک افغانستان صورت بگیره. نه، اجازه بدین که من روشن کنم. و یا برای دوستی جامعه جهانی مشکلاتی با همسایه های خود داشته باشه. ما در فضایی هستیم و در شرایط و در یک گذار به سر میبریم و در یک مقطع قرار داریم که اونم قدر که دوستی جامعه جهانی برای ما مهم است، اونم قدر دوستی همسایه ها هم مهم است. سپاسگزار.
آقای جوینده، چرا پاکستان دست به چنین اقدامی بزنه؟ پیشی که به سوال شما یک مسئله دیگر اجازه میخوای با شما که یاد کنم. آقای احمد خیل گفتن که پاکستان چندین پستی خود در داخل خاک افغانستان آورده، یعنی تجاوز کرد از مرز. من فکر میکنم که گپای آقای احمد خیل بیشتر دقیق تر از گپای باشه که در داخل آره دو تعریف را شما در حکومت و دولت افغانستان چگونه میبینین آقای؟ متاسفانه یک سبب از روز یا بهش که شما دید در طول زندگی سیاسی خود همیشه گفتم یک از نواقص در دولت افغانستان ایج وجود داره که قطعا موزیگری وایی در تمام سطوح دولتی وجود نداره. امروز روی یک موضوع اگر شما با دو وزیر دولت افغانستان گپ بزنین موضوع امگون نداره، دوش موضوع متفاوت داره، چون ایج اصل تقرر در پست های دولتی به حساب سازش ها و مسلط ها و معاملات هستند. بنان هر کسی که دوجه تعیین شده کش میکنه که معرف خود نشون بده. یک مثال بتادم، در سالهای 60 یک تایره یوتوی جاسوسی آمریکا از پشاور پرواز کرد رفت به طرف اتحاد شوروی وقت و در اینجا قوتای سرحدی ما به دولت مرکزی اطلاع داد که یک تایره جاسوسی تیر شده، شما چی کنین؟ وقتی تیاره را در تاشکند شوروی ها پایان کردن، تیاره را گرفتن، پیلوتایش هم دست کردن و تمام اعترافاتش و بالاخره بعد از یک کنی ما دستور رسید به پوسته ما که شما تیاره را سقوط بتین. این موزیگیری دولت افغانستان با همه شواهدی که آقای عمر خیل میگه و همه شواهدی که آقای عظیمی میگه، با همه شواهدی که باشندگان کنر و خوست و پکتیا و گوشت و لالما و اینا میگن، باز هم انکار کردنش در حقیقت این سوال برای ما برمیگزه که آیا به چی مفهوم است حرفا؟ به خاطر اگه ما خواسته باشیم با کردنش های خود، با گردن پتی های خود، با یوز زاری های خود پاکستان را معتقد ساخته میتونیم که در پروسه سلام با ما کمک کنه، اشتباهی بسید. حالا واقعا چرا پاکستان چی میخواه؟ با پاکستان انجام این عملات در پی چی هست؟ پاکستان اون استراتژیک داره در افغانستان، یک متوجه باشین. ما با حالا با این عملات میشه اون استراتژیک را اینجا تحقیق بکنه؟ به هر اندازه که بخواهی که دولت ضعیف و ناتوان و نیرومند و وابسته به خود داشته باشه، عمق سلطه به نفع سلطه که تامین میشه. با خود تمام تلاش پاکستان اینجا است که پروسه سلطه تخریب کنه، پروسه با سازی افغانستان، دولت سازی در افغانستان، انکشاف اقتصادی در افغانستان. شما ببین عملا چرا با وجود مائده ترانزیت 1965 و مائده ترانزیت سال گذشته در حضور کلینتون و ریچارد ولبروک به امضا رسید، بازم پاکستان ها کارشکنی میکنه. امروز تاجرهای ما دیدیم که چه اموالشان مانده و حتی کانتینرهای میوه ما در سرحد ایستاده. بنان پاکستانی ها در اینجا عمق منافع استراتژیک داره در افغانستان و اصلا این مطالب دیگه که معاصر صلح میگیره و جلسه مشترک شد بید گپا کلن گپای اوایی است که برای پاکستان اصلا هیچ ارزش نداره. بنان پاکستان میخواه که به عوض تمام طالبان، القاعده و مخالفین دولت افغانستان از نام ازنا اینا گپ بزن. سپاسگزار جنرال امین الله امرخیل، فرمانده پلیس سرحدی در حوزه شرق کشور، روی خط تلفن هستند. آقای امرخیل سلام بر شما. سلام بر شما و تمام ملت بیچاره افغانستان و محترم جوینده صاحب و مهمانای محترم میز شما، سلام احترام. سپاسگزار آقای امرخیل. آقای امرخیل، آقای زرداری رئیس جمهور پاکستان اظهار بیخبری کرده از حملاتی که از خاک پاکستان صورت گرفته. شما واقعا کار چه کسی میدانین این حملات را به خاک افغانستان؟ ما اول خود میگم به دوستای ما که اگر ما در افغانستان نشستیم باید از موقف مردم افغانستان دفاع کنیم، حالا اگر ما چوکی خود را دست میدیم و حیات خود را. ما اگر در اسلام آباد یا لاهورپندی شته باشیم باید به این رقم صحبت ها بزنیم که مردم مایس بسازیم، مردم افغانستان و قلبای پاک و اطفال معصومی که فعلا آوارست دکنر او را ما خدشدان بسازیم. شما ببینین اینجا گفت زده شد که آقای کاهنی گفته که ما دشمن در افغانستان تعقیب میکنیم. این را ما به این دلائل رد میکنیم که در کدام قوانین، اگر فرض کنم مخالفین یا تعقیب میکنن نظر به کدام معاهده است. در صورتی که ناتو اینجا موجود است، به ناتو اجازه داده نمیشه که مراکز تروریست ها القاعده را در علاقه غیر که به منطقه متنازفی هی است و صغیر افغانستان هم معلوم از تاریخ و با اجازه کسی به آرام شهیر این شما کجا تقریم مکمدو اینجا خواستن در امین سهره حیانی سربوته عملیات در جیران قرار داره. وقتی که در عملیات سان در ایران سرها و دلوه مرموز در فاهی امینات خاک افغانستان توپای سر فردین که
هر مرمی از این خطر تقریبا نیفتاد شاد میدی مثل خطر شاد است مرمی هم مهماس به شما ممکنه واقعا به این نطره مراقه خیلی واسیه های یادی هم مگیرد مردم هم این دوزه هم محمد باس با این سنگر خود ما بردیم با مردم هم مصحبه از پاک از وجودشان اون پاک ریخته مصحبه کردن هم راشان این تجاوز است این محکم باشه ما موقف هم اینه نیست که سفارت پاکستان آقای امرخیل صدا شما درست نمیه. بله صدای شما درست نمیاد. اگر موقعیتتان را تغییر بدین، نماینده مرکز رسانه های حکومت که در بحث است میگه که مطمئن نیست که این کار پاکستان باشه، شاید دستان دیگری در پاکستان است که این کار را انجام داده. حالا شواهد شما چی را میرسانه؟ ما خود گفتم که اول خود صحه بفرمایید. در صحه یا گفتن که عملیات ارضی پاکستان جیران وقتی که در اون صحه ارضی به تیل ارضی پاکستان زور داشته باشده بود تنس خط کنام گروه مرموز باز از اینجا میتانه که راکتای کور و توپانه کور با بالا خاک افغانستان یا انداخت کنه. دوم وقتی که قیانی در کنام پروتوکول و به کنام معاهدات بین المللی یا با دولت افغانستان یا میتانه که اگر از اون طرف خط دشمن به طرف افغانستان به تعقیب کنند وقتی که خودی از این به ناتو اجازه نمیده که مراکز تروریستی را در خاک مثلا در ساحه متنازفه که قبایل نام دارد اونجا تعقیب کنند به معنی اگر کسی با این تجاوز پاکستان مردم این رازه من فکر میکنم که با خون ملت افغانستان جفا خواهد کرد. از مرکز رسانه های حکومت جایی است که شما خواستار صدور فرمانی شدین که تا با این حملات پاسخ بدین آقای امرخیل؟ من کسی هستم که در اولین خط بچه نمی مملکت اینجا نشسته با قیمت خون خود از سنگر خود دفاع میکنن. من فکر میکنم که اولین اطلاعات که دارم پیش ماست و اسناد بسیار قوی و مستند به پیش ماست. مرمی هایی که منفجر نشده معاودین در قطعه ما موجود است و این مثل افتاب و روشن از این تجاوز این باید محکوم شود و ما باید شما ببینید که یک رئیس جمهور این کار میکنه. ذهنی دو گفت است یا یک بکفایتی موجود است که از اعمال اردو خود خبر ندارد و یا اردو حکومت ملکی و حکومت نظامی که در پاکستان موجود است و اطاعت نمیکنه از رئیس جمهور خود. شما ببینید که رئیس جمهور اجا تعال خبر نیست که توفانه اردویشان پنج اولسوالی امره اولسوالی گوشته شش اولسوالی و یک مامشه که با تو بستن. بله شما خواستار صدور فرمان و حکم شدین که اجازه بده برای شما تا پاسخ بدین برای عملات و ای وزارت دفاع افغانستان هم یک چنین موقفی داره. شورا دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور تا هنوز به این درخواست شما پاسخ نداده آقای امرخیل؟ ما منتظر پاسخ هستیم. ما همراه مردم ولایت کنر و ولایت نگرهار بازگاه ها جوان حتی مردم منسجم شده بسیج شدن که تا جواب دادن شکن کسی که خون ملت افغانستان نریزانه باید جواب داده شود. ما منتظر هستیم که برای ما روشن شود. ما میتونیم که با یعنی امکاناتی که داره ما میتونیم که تجاوز بالفعل اردوی پاکستان ما در هر نقطه صحیح مسئولیت ما که باشه به جواب دادن شکن بتیم تبریک دادیم و عمله که بالای گزمه ما و اصاف که مشترک بود در اولسوالی گشته صورت گرفت ما جوابش دادیم که به این جواب یا سفیر افغانستان در اسلام آباد اظهار کردم. بله اگر جواب دادیم. بله اگر پاسخ شما نشنوین از ریاست جمهوری افغانستان چی خواهید کرد اگر این عملات همچنان ادامه پیدا بکنه آقای امرخیل؟ ما در حالت مشوره هستیم با ملت خود در ولایت کنر و نگرهار. امروز هم بازارها نفر مسافرها و اقوام تشریف آورده بودن در زون سرحدی و خواستار میخواستن که باید از ما حمایت شد و ما هم حاضر هستیم که جواب تجاوز پاکستان بدیم. ما مشوره کردیم و جواب قاطع را به تجاوزی که خون اطفال معصوم افغان در ولایت کنر و در ولسوالی گشته رخ میشه و چشمای خود یا
کور که گوشهاشان کار هستن و چشمهاشان کور هستن و نمیفهمه که مردمی هایی که پیر میکنن به کجا اصابت میکنن و مردم برای پاسخ دادن به حملات پاکستان، حملات متقابلی که شما انجام میدین، آیا تجهیزات و نیروی کافی در اختیار دارین آقای امرخیل؟ بله، ما اگر تنها به مردم کنر و ننگرهار هم اجازه بدین و به تاریخ ثابت کرده مردم افغانستان که با دست خالی در افغانستان مردم افغانستان امپراتوری را اینجا سقوط دادن، ما به دست خالی میتونیم در جنگ پیاده بیشترین اراضی را از دست از یا از تسلط از یا تا خارج بسازیم و به می مشوره ما هستیم امرای مردم ولایت کنر و ولایت ننگرهار، اگر لازم دیده شد ما حاضر هستیم که جواب به از یا رو بدیم. آقای امرخیل، هدف پاکستان از انجام چنین حملاتی چی است؟ دهی سی هدف دارن. اول شما می بینین که منکر بدن از اسامه بن لادن و دیگر رهبرایی که القاعده و دیگر مردم ها مخالفینه که بودن، بالاخره ما ثابت شد و از او هم این کار کردن. او را هم حالی میگن که اسامه رو شاید امریکا اینجا آورده باشه، اینجا کشته باشن. بنان یا هیچ وقت در گفتار و در عمل از تناقض موجود است و در تاریخ ثابت شده که یا با واقعیت یا صحبت نمیکنه و در گفتار و در عمل از جهت تناقض موجود است. سپاسگزار آقای امرخیل. آقای حکیمی، اسناد قوی نزد آقای امرخیل وجود داره. دولت افغانستان در پی چی سرگردان هست؟ اول خو ما قدر میکنیم و درود میفرستیم به همت بلند و اما احساس پاک سربازای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان که با شجاعت و همت اترو گپ میزنن و آمادگی دفاع از کشور را دارن. اسناد هم که به دست دارن معلوم دار حکومت افغانستان سر از این فیصله خواهد کرد. ببینید سوی تعبیر نشود. پیشتر هم فرماندی زون شرق نیروهای سرحدی افغانستان اسناد قاطی بله. و اون موشک هایی که افتیده در خاک افغانستان را در اختیار داره، چرا دولت افغانستان نمیپذیره؟ من تعبیر پیشتر شما را یک کم روشنی سرش پرتم که سوی تعبیر نشوه گفته های من. ما خواهان وضاحت از پاکستان شدیم. حالا پاکستان میگه ما این کار را نکردیم. بله. شما خب میپذیرین اینو؟ بله. ما نپذیرفتیم هنوز. پس چی میکنین؟ چرا اقدامی در این سه هفته اقدام صورت نکردیم؟ گرفته؟ نشست ها جریان داره. آقای حکیمی چه اقدامی؟ ببینین ما پیشتر عرض کردم که اقدام باید جدی که صورت گرفته از دولت افغانستان هر معضلی که به وجود میآیه معلوم دار باید از برخی مجاری های دیپلماتیک و سیاسی هم تعقیب شد. تعرض به حاکمیت ملی است و جان شهروندان هر روز از دست میره. وقتی که واضح شود که این تجاوز از پاکستان، یعنی شما هنوز هم قبول ندارین اون اسناد قوی آقای امرخیل را؟ ببینین آقای امرخیل بسیار شجاعانه گپ زدن و قبول دارین که این اسناد بر رویت این اسناد شما پاکستان را فردا یک اقدام جدی در برابرش خواهید کرد؟ بلند رتبه خود حتما در جریان میگذارن. خب اینا گذاشتن، اینا با صراحت گفتن. حکومت افغانستان سرانجام سر از این فیصله میکنه که باید چه کنه در برابر حوادثی که رخ داده. خانم صافی، این تناقض را شما چگونه میبینید؟ وقتی حاکمیت ملی افغانستان در خطر است و جان شهروندان هر روز از دست میره. ما به آقای امرخیل رحمت خداوند میخواهیم و توان و طاقت میخواهیم که من حیث یک افغان واقعی به میدان جنگ پرداخته و به همسایه هشدار میدهد که افغان ها زنده هستند و همیشه توانمندی را دارند که از مرزای خود اگر حکومت اجازه هم ندهد. حالا شواهد کافی نزد آقای امرخیل وجود دارد. امرخیل میگه که اما حکومت افغانستان تا هنوز اقدام جدی نکرده. اینجا این تناقض چگونه است؟ من فکر میکنم که امرخیل منحیث یک پلیسی واقعی کشور مطابق ماده دوی قانونی پلیس این مکلفیت و وظیفه خود دانسته، مکلفیت و وظیفه خود دانسته که به منظور تامین امنیت نظم عامه ای دفاع کنه در زمانی که قانونی باشد، متناسب به حالت خطر باشه و ضروری باشد، که اینمی همه شرایط سنجیده. بعد از او امرخیل
وظیفه و مکلفیتی که قانونی پلیس برش داده، قانونی پلیس برش داده که گفتن که تو اگر بیشتر از این عملات شما وظایف وظایف پلیس تامین و حفظ نظم عام است، تامین امنیت فردی و اجتماعی و حراست از قانون و آزادی های قانونی است که امر خیل بریزی توجه کرده و حفاظت و مراقبت از سرحدات است. در فرصت باقی مانده آقای جوینده، حالا زمانی که شواهد نزد آقای امرخیل وجود داره و به صراحت تمام اینو مطرح میکنه، چرا رئیس جمهور کاری نکرده و نمیکنه؟ من پیشتر هم در صحبت های خود سیاوش سبرتان گفتم که متاسفانه نفوذی که شورای همسایه در دستگاه حاکمی افغانستان و در مراجع تصمیم گیری بیش از حد است. شما مثال دارین که سال گذشته هم دو نفر وزیرای برجسته و فعال ما را از وظیفه کنار زدن، که من میتونم بگم که آقای حنیف اتمر و آقای امرالله صالح، اینا کسانی بوده که مبزیگری های قوی زد پاکستانی داشتن. حالا وقتی تعرض با حاکمیت ملی افغانستان صورت میگیره، اینجا دیگه شما فکر میکنید اون دستا توانایی ای را داشته باشن که در برابر خواست مردم، آقای امرخیل گفت حتی اگر اجازه داده نشه با مردم مشورت میکنه. بسیار دقیق پاید شما اشاره کردین، نقطه بسیار دقیق شما اشاره کردین. سعی کنید یک ذهنیت عامه در ولایت شرقی و جنوبی افغانستان برای دفاع از سرحدات و تمامیت ارضی به وجود آمده، ولی هی کاش ما توانمندی رهبری از این بسیج و قیام مردمی را داشته باشیم. گپایی که امیر خیلی قهرمان برای ما گفت واقعا برای ما مایه افتخار است که هنوز هم تعهدی در اردوی ملی ما افغانستان، در پلیس ملی ما و در نیروهای امنیتی ما وجود داره، ولی متاسفانه تعهد در بالا بسیار کم است. حالا شخص رئیس جمهور فرمانی نمیده که این نیروها دست به کار شوند و پاسخ بدن. مشکل در همین جاست که من پیشتر براتون گفتم، مشکل در این جاست که راست از این دارم که من خدا آقای امد خیلی در پناه خود دیگاه داشته باشم، من ایراد سرم که فردا برطرف نکنن یا ای که نکشنش. ما بسیار توطئه‌های زیاد در داخل خاک افغانستان در این حالت دیدیم، کسی که علیه کشورهای همسایه صدای خود بلند کرده مداخلات چون اینا را چه کردن. من مطمئن هستم که بالاخره جناب رئیس جمهور زیر فشار افکار عامه مردم افغانستان و زیر احساسات بسیج نیروهای ملی و اردوی ملی افغانستان که اونا گفتن که اگر ما دستور نگیریم خود ما دست به اقدام خواهد زدیم، بالاخره اینا هم این سازش ها و مسلط ها را کنار خواهد زدن و ناگزیر خواهد شدن که بالاخره تصمیم قاطع بگیرن. من مطمئن هستم که پاکستانی ها این را معطل میکنن، امروزی که آقای اشفاقیانی میه، فردا فلانی میه و در دو هفته سه هفته به فکر میکنم در حدود چندین کیلومتر پوسته های سرحدی پاکستان داخل افغانستان نفوذ کرده باشه و در وقت است که کار از کار گذشته و اصلا نه این موضوعگیری های بسیار ضعیف ما نتیجه خواهد داد و بالاخره پاکستان بعد افره که میخواست به دست بره به دست خواهد آورد. آقای حکیمی، آل شواهد نزد آقای امرخیل وجود داره، اقدامی را که دولت افغانستان فردا قرار است روی دست بگیره چه هست؟ گروپ کاری که تشکیل شده که باید این روشن بسازه که براستی این کنه ماجرا و واقع چی هست؟ خب وقتی آقای که امرخیل شواهد کافی دارن که این بله. کار دولت افغانستان دار. آیا آقای امرخیل جزی از نظام افغانستان هستن؟ چرا معلوم دار از شواهد و اسنادی که دست آقای امرخیل هست از اون استفاده میکنید؟ بله قطعا استفاده خواهد شد. گفتن که اسناد بله. وجود داره و این کار دولت افغانستان اسنادی که وجود داره قطعا از او اسناد استفاده خواهد فردا شد. فردا اقدامی را که دولت افغانستان انجام خواهد داد بر روی این اسنادی که نزد آقای امرخیل است چه خواهد بود؟ او را بعداً باز شما میشنوین. حالا نمیگین برای مردم افغانستان میشنوین، بگذارین که اما کار از مجاری خود یک ذره پیش بره و دیده شود که مجاری؟ واقعیت ماجرا چیست. ببینید من پیشتر گفتم وزرای داخلی هر دو کشور هفته آینده میشینن. خب خود رئیس جمهور کار کمیسیون سازی و کمیته سازی است، مسئله او نیست. سپاسگزار آقای حکیمی، با سپاس از حضور همه مهمانان ما در این بحث و از شما هم که بیننده این بحث بودید. از جانب من یما سیاوش به اتفاق سایر همکاران شب خوش، خدا نگهدار.